اطفاء حریق در دریا آن هم وقتی که در تلاطم موجها، نفتکش‌ها و اسکله‌های نفتی آتش بگیرند، کاری غیر ممکن است. یا باید دست به دامان آتشخواران خارجی می‌شدیم یا اینکه خودمان آستین‌ها را بالا می‌زدیم. اینجا خرمشهر است. طراحی، ساخت، نقشه‌کشیش و نصب تجهیزاتش توسط نیروهای بومی. هرچند ساخت این آتشخوار ایرانی 3 سال طول کشید، اما با 3000 اسب بخار قدرتی که دارد میتواند در رودخانه، دریا و اقیانوس امداد رسانی کند، چه آبها مواج باشند چه آرام. این شناور برای اطفاء حریق شناورهایی که توی ساحل هستند، یه سکوهای نفتی، اسکله ها قابلیت استفاده هست و دارای پرتاب آب 2400 متر مکعب در ساعت می باشد. دستگاه های حساس، سیستم های هیدرولیک، سیستم های نابری، سیستم های پنوماتیک، همش توسط متخصصین خودمون طراحی و ساخته شدن. 29 متر طول، 10 متر عرض و 5 متر عمق این شناور باعث شده تا این شناور ایرانی کشتی، لندینگ کرافت و بارج های آتش گرفته را هم تا ساحل یدک بکشد. 125 تن مواد سوختی میتونه حمل کنه، 60 تن آب شیرین میتونه حمل بکنه و دستگاه آب شیرین کنی هم که خوشبختانه در ایران طراحی و ساخته شده، روش نصب شده که میتونه آب خلیج فارس رو به آب شرب تبدیل بکنه. با بهره برداری از نخستین شناور آتشخوار کشور در خرمشهر، ایران به پنجمین کشور تولید کننده این شناورها تبدیل شده. فرشاد آقایی، خبرگزاری صدا و سیما، خرمشهر.